شما را خوش آمدید میگم به شرکت سیاحتی و خدماتی هیواد. اسم ما حاجی فضلی است. ما مدت 15 یا 16 سال تقریبا چون سال تبدیل میشه که در فرانسه زندگی میکنم، در بخش منیجمنت درس خواندیم و تخصص آخری ما در بخش سوسیالی است. باعث اسیستان سوسیال می باشم و بسیار خوش هستم که همراه یک تیم موفق و کاری کار می کنم که حتی ویکند ما در خدمت هموطنان خود هستیم. شب روز در تلاش ازی هستیم که عزیزا افغانایی که در هر شهر فرانسه هستند بتانن مشکلاتشان ما حل بسازیم و از ما راضی باشن. بخش سوسیالی در فرانسه یک سوال بسیار وسیع یا عمومی است که میشه چند مثال واضح برای شما بتونیم بتیم. سوسیالی در فرانسه برش میگه دغوا ای ابلیگاسیون، یعنی حق و حقوق و کدام کارا را باید بکنیم و کدام کارا را باید نکنیم. مثال، یک نفر حق داره که بله الوکاسیون درخواست بکنه و درآمد داشته باشه، اما در عین وقت ابلیگاسیونش چی است که یک موتر میخره باید بیمه داشته باشه. پس در فرانسه در سیویلیزاسیون یا اجتماعی که ما زندگی میکنیم باید حقوق و مجبوریتی که حکومت برای همه شهروندان تامین میکنه او را باید رعایت بکنیم. بسیار سوال بجا، شرکت های دیگی که گفتین راجستر هستن یا نیستین، مسئولیت از اونا با عهده از اونا می باشه. شرکت هیواد ثبت راجستر حکومت فرانسه هست با جواز کارهای سیاحتی و حتی اداری حقوقی. ما وکیلای مجرب و مجهز داریم که شب و روز در خدمت افغانای خود بوده و همچنان در بخش وقت ملاقات در سفارتخانه‌ای که یعنی سفارت فرانسه در کشورهای دیگه مقیم هستند مثل پاکستان یا ایران، در ایران ما میتونیم در مدت یک هفته وقت ملاقات بگیریم و در اسلام آباد در سفارت فرانسه در مدت 24 ساعت میتونیم با هموطنان عزیز خود وقت ملاقات بگیریم و اونا میتونن با راندووی خود با مو داکومنتیشن یا اسنادایی که میباشه مراجعه بکنن و با راندووی خود حاضر شون. رضایت هیچ کس نمیتونه بگه که من 100% راضی هستم یا 100% کامل هستم، اما ما 90% فیدبک که میگن یا امو به اصطلاح نتیجه گیری که میباشه مشتری از ما بسیار راضی هستن و حتی بعضی اسنادایش میباشه ما ترجمان از سوغمانتی میگه یا تایید شده از طرف محکمه با یک تاپه و مور که میتونه تاپه بکنه شرکت هیوادی را برشان آفر میکنه، بعضی داکومنتیشن هایشان و اسنادای از اونا را ما ترجمه میکنیم. بسیار راضی هستن و قسمی که شما خودتان شاهد بودین هموطن ما امروز با بسیار خوشحالی و لبخند و حتی یک توفی شیرینی برای ما دفتر آورده بودن که واقعا هیچ قیمت نداره. سوال شما بسیار یک سوال تکنیکال است، اما به نظر ما رضایت مشتری ها بخصوص افغانای ما، خودم شخصا یک کلمه را بگم برای شما و تمام عزیزایی که مرا میبینن، هدف ما واقعیتش پول نبوده، به خاطر از اینکه خیلی هموطنان ما رنج دیده و درد دیده است. ما خودم که اگر تخصص گرفتیم در بخش سوسیال یا کار شروع کردیم به خاطر از این بوده که همون دردی که یک ارتباط بین هموطنا و مملکت و مسافرت داشتیم خواستیم اینی میره در یک فضای بسیار صمیمیت با هم یک شکل تقسیمی داشته باشه. بسیار خوب. چیزی که ما را بسیار خوش میسازه این است که یک هموطن خود میبینیم قبولی خود میگیره، یک هموطن خود میبینیم که به دفتر ما مراجعه میکنه و ما اونا را در امی یک پروسه کاری سوسیالیشان همکاری میکنیم، حتی میتونیم برایشان فرمسیون پیدا بکنیم. اکثریتشان زبان بسیار خوب یاد میگیرن، واقعا استعدادهای خوب دارن در بخش زبان. ما بسیار خوش میشیم که یک هموطن خود میبینیم که در یک بخش کاری در فرانسه به یک جای میرسه و قبولی میگیره، فامیل خود اینجا میاره، ما واقعا خوش میشیم. چیزی که ما را بسیار غمگین میسازه این است که اکثر مردم فهم قانون نداره. امی کشورهای اروپایی به خصوص فرانسه یک چارچوکات داره به خاطر از اینکه مردم باید کدام کارا را بکنه کدام کارا را نکنه.
بسیار اکثریت جریمای ترن دارن بسیار جگرخون کننده است که اونا نمیتونن پرداخت کنن، در اوایل بی غوری میکنن، پشت ازی نگشتن، اما آل تا 3000 4000 رسیده و همچنان مشکلاتی که بسیار نفهمیدن از قانون، یگان کارهای خلاف که میکنن و با یک جریمه یا با یک خطی که در دفتر ما میاین ما رو بسیار جگرخون میسازه که حتی وکیلا نمیتونه اونا رو کمک بکنن، چرا که در اوایل قانون نخوندن، درس نخوندن، به یک دفتر مراجعه نکردن. تقاضای ما از افغانایی است که از عزیزا و دوستایی که در این دیار مسافرت و غربت زندگی میکنن بیاین به دفتر هیواد، ما مشوره مفت میتیم برشان، هر سوالی داشته باشن ما در خدمتشان هستیم. البته در بخش سوسیالی ما خودم در خدمتشان هستم، تراول ایجنسی هیواد کس همکار ما برای شما تشریح خواهد داد و او یک بخش دیگی است که ما قدر در او تجربه ندارم. منن اول خو تاسو خر اغلاس وای چې هیواد شرکت خیر راغلی زمونږ بدلا بهیر ده د شرکت جایوی رئیس ستاسو خدمت کی. اصل کې خو هیواد یو گروپ ده چې دی کې ډیر مختلف خدمات لرو. هیواد تقریبا مونږ په دغه برخه کې یا په دغه انډستری کې تقریبا 2014 رئیس مونږ فعالیت لرو د ټریول او ټوریزم برخه کې. خو په فرانسې کې شاوخوا یو کال شو میاشت کې چې هیواد گروپ صف شوی او دلته په فرانسې کې فعالیت لري. هیواد چون یو عام نوم ده، ډیر مختلف نومونه او کابل، ننګرهار یا مزار ټریول، نو مونږ چون هیواد یو ملي نوم او ټول افغانستان ولایتونه کور کول، نو په دې خاطر مونږ داسې یو نوم انتخاب کوم ویل چې ټول افغانان ته دا ذهنیت شي چې هیواد د ټولو کور یا د ټولو دپاره خدمات لرو. فعلاً دپاره زمونږ ډیره برخه خدمات چې دي هغه افغانان دي، خو لس سلنه شاوخوا چې هغه د ټریول انسي برخه کې مونږ خارجي مشتریان هم لرو، مراجعین هم لرو. فعلاً خو دلته په پاریس کې مونږ درې کارمندان یو چې حاجي صاحب زمونږ همکار چې سوسیالي برخه کې کار کوي، او زمونږ محمد زی صاحب چې هغه هم دلته مونږ سره شرکت کوي، چې معمولا دوی د شرکت هغه داخلي چارې خدمات مخته وړي، او زه اکثرا بیا د شرکت بهر کوم چارې چې وي هغه برخه کې هم فعالیت کومه، یعنی ملاقاتونه وي سفارتونو سره یا نور خارجي همکارانو سره ځینې قراردادونه لرو. په مجموع کې یو ټیم یو ځای کار کوو، ولې مسؤلیتونه او وظایف او صلاحیتونه واضح دي. ډېره ښه پوښتنه او پر ځای پوښتنه ده. باید عرض کړم چې هیواد ټریول یا هیواد ایجنسی چې د فرانسې حکومت سره صف ده، په دې نامه او په دې مشخصاتو فعلاً مونږ بل نمایندګي نه لرو. مونږ داسې خبر شوو چې ځینې دوستان زمونږ د، البته دوستان نه شو ویلی، ځینې خلک رقیبان په اصطلاح چې زمونږ د حتی د بزنس کارډ زمونږ د لوګو څخه او زمونږ د مشخصاتو څخه استفاده کړي، هغې سره به انشاءالله په راتلونکو کې مونږ کوم قانوني پروسیجر چې دی او کوم قانوني کړنه چې دی هغه به مونږ تعقیبو. نو فعلاً دپاره زمونږ مرکزي دفتر په د پاریس په 10 ناحیه کې موقعیت لري، تاسو ادرس کولی شئ چې سکرین باندې وګورئ. فعلاً دپاره مونږ اروپا نورو هیوادونو کې نمایندګي نه لرو، ولې خوشبختۍ ځای دا ده چې مونږ په آنلاین بڼه توانېدلی چې حتی تر ایټالیا، جرمني، بلجیم، انګلیس پورې خپل خدمات په آنلاین بڼه خپل هیوادوالو ته ورسوو. خاص شخصا زه خپله خو کوایم چې مبالغه ونشي، یک شمې ورځ کور هم کار کوم، یعنی زه خپله شخصا ټول همکاران هم دغسې فعال استو، چون دغه زموږ مسلک، دغه زموږ فیلډ داسې دی چې مونږ باید څلوېښت ساعته فعال اوسېږو. بیا مونږ یو ورچوال ټیم هم لرو چې هغه د پردې تر شا یا زموږ په لر نورو ځایو کې کمپیوټر ته سیستم ته ناست دي، هغوی مونږ سره کار کوي. نو شاوخوا لس کسانه مونږ فعال یو او خدمات رسو خپل افغانانو ته. معمولا خو فرق هر ورځ، خو مونږ معمولا سهار لس بجې اوپننګ یا دفتر خلاصو، او د قانون مطابق یا معمولا باید مونږ 9 بجې بند کړو، خو بعضې وخت کې مراجعین زیات شي نو 2 ساعته، یو ساعت، 2 ساعته اضافه هم کار کوو. مونږ مجموع کې درې کټګوري یا درې خدمات لرو، چې یو له هغه څخه سوسیالي برخه ده چې هغه یې مونږ همکار به تاسو ته واضح کړي وي، بله اداري برخه ده چې په اداري برخه کې مونږ کوم ادمنستریټیو یا داخلي کارونه چې دي د فرانسې حکومت د مهاجرینو، البته د مهاجرینو کوم کارونه چې دي
او زمونږ هغه غټه برخه د کار یا زمونږ د بزنس چې ده هغه ټراول ایجنسی ده یا فرانسوي کوته چې اژانس وایاژ وایي. نو زمونږ او بل د دې تر څنګ د ویزو خدمات دي چې مونږ د ایران سفارت سره تیره ورځ هم ملاقات درلوده د کنسل صاحب سره. نو کوشش کوو چې د ویزو برخه کې لا اسانتیاوې افغانانو ته راوړو. او خوشبختانه وایم چې په ډېر کم وخت کې مونږ د فرانسې لویو ښارونو ته مخصی لیل بغدو د غټو ښارونو ته مونږ توانېدلي یو چې خپل د ویزو د ټکټونو خدمات هغوی ته ورسوو. زه مثال تاسو در کوم، مثلا یو ویزه د ایران 150 یورو قیمت ده. نو هغه افغان چې په مخصی کې یا په بغدو کې یا لرې ښارونو کې وي، نو که هغوی په ټرین باندې راځي پاریس ته د ویزې دپاره، نو شاوخوا 100 یورو د دوی د ټکټ پیسې کېږي. نو مونږ توانېدلي یو چې دغه خپل افغانانو ته خپل خدمات په وخت سره ورسوو، او د هغه مصارف چې هغوی په اصطلاح هغه مصارف چې اضافي مصارف په هغوی راځي د هغوی مخنیوی وکړو. او همدارنګه ځینې دوستان په کار باندې دي ته فرانسه کې، تاسو ته معلومه ده ټول افغانان وظایف لري، مصروفه دي. نو مونږ توانېدلي یو چې هغوی سره په دې برخه کې هم مثبت واقع شو، یعنی هغوی خپل کار پرې نږدي، غیر حاضر نه شي په کار کې، او مونږ په انلاین باندې هغوی ته خدمات ورسوو. بلې، او لکه څنګه چې مې مخکې تاسو عرض وکړ، مونږ هره برخې دپاره ځان ته ځانګړی ټیم لرو، سوسیالي برخې ته، اډمنسټریټیو برخې ته. او موافقت هم دا ده چې مونږ ډېر ښه مهانګي لرو، او تر څنګ یې یو سیستم مو کریټ کړی، سیستم مو ایجاد کړی دی چې څنګه وکولای شو چې بالخصوص د ایجنسي او د ویزو برخه چې دا په واقعیت کې ډېره مغلقه برخه ده زمونږ د کار، داسې وخت هم کېږي چې ډېر څلوېښت مسافر پرواز کوي یو وخت کې، او مونږ ته داسې وخت کېږي چې یو ساعت دوه ساعته مخکې نوټیفیکیشن راځي چې پروازونه کینسل شوي دي. نو د دغوی د منیجمنټ لپاره مونږ سافټویر لرو، سیستم لرو، او هغه سی آر ایم یا کم کاسټمر ریلیشن منیجمنټ برخه کې مونږ ډېر ښه هماهنګي لرو د مشتریانو سره. نو که چېرته مثلا پروازونه کینسل شي یا ډیلی شي، نو مونږ خپل مشتریانو ته آن ټایم معلومات ورکو چې ستاسو پرواز خدای مکه یا کینسل شوی دی یا رسته شوی دی. نو تر ډېره بریده مونږ نه زمونږ مشتریان راضي دي. خب تشکر، میخوام د فارسی هم صحبت کنم، تشکر بسیار زیاد. بله، ما خدمات تکت قبلا عرض کردم که ما در تمام کشورهای اروپایی خدمات داریم. هر افغانی که در هر کشور اروپا باشه میتونه با ما تماس شوه، و دفتر هیواد در خدمت همشهری است. نامش هیواد است به این معنی که امو از وطندار است. از وطندار است. واقعیت دیگه امو مجموعه مشتریان مشتریان ما که است، یا اکثریت مشتریان ما که است، افغان است. دیگه ما افتخار داریم که به افغانای خود کار میکنیم، خدمات داریم و شبانه روزی کار میکنیم. ما با یکی از مشتری یا مراجعین همین دفتر همراهشان صحبت می داشته باشیم، و اینا معلوماتی که خودشان دارن و از فرستایی که در اینجا برشان دستیاب بوده می خواهیم که بپرسیم که چی خوبی های از این دفتر اینا دیدن، از خودشان می پرسیم. سلام. سلام خدمت شما. خوب هستین؟ تشکر. اسم شما خوب هستین؟ خانم سروری هستم، از باشنده های ولایت هرات که همکنون در پاریس زندگی میکنم. قبل از قبل اول براتون تسلیت میگم به خاطر هرات که واقعا یک توتی از وجود، یک پارچه از وجود ماست هرات، ما نمیتونیم ازش منکر شویم. تشکر. و خب خداوند غم دور داشته باشه. انشاءالله. میشه برای ما بگوین که شما دفتر هوادت چگونه دریافتین؟ یعنی از نگاه کاریشان چی رقم است؟ بله، اول که سلام عرض میکنم خدمت برادر محترم آقای فضیلی و همکاران اینا. واقعا خیلی به من زحمت کشیدن، خیلی لطف کردن. من خب امیده که شما و همه هموطنان در جریان هستن، ما پناهنده وقتی که به هر کشور، حالا مخصوصا فرانسه که ما زندگی میکنیم، تا 6 ماه سوسیال دولتی داریم. بعد 6 ماه که قبولی ما که میایه، یعنی قبولی که میاد، بعد 6 ماه دیگه سوسیال دولتی رو از ما میگیرن. و من بعد قبولی من 6 ماه گذشت دیگه دو سه ماه کلا سوسیالم داد دستم. بعد دیگه من سوسیال نداشتم، و اینکه میگفتم برو به فلان محل سوسیال برو، خب میرفتم یک سوسیال نمیتونستم هر روز با یه سوسیال هماهنگ کنم. تا اینکه یکی از هموطنان به من آدرس این دفتر دادن، دفتر هیواد،
آمادم اینجا خوشبختانه با اینا آشنا شدم و اینکه ما حالا یکی از مراجعین این شرکت هستم و اینکه از کارهای سوسیالی اینا بهره‌مندم و واقعا کمال تشکر دارم از آقای فضیلی صاحب، از همکاران اینا. واقعا خیلی برام زحمت کشیدن، خیلی کارامو پیش بردن. من قبل اینکه با اینا آشنا باشم خب خیلی مشکل داشتم، علاز کف مشکل داشتم، علاز بیمه مشکل داشتم، اگدونسانسم نموده بود، کارت سوجوق نداشتم. با اینا که آشنا شدم خوشبختانه اینا خیلی به کارام رسیدگی کردم، واقعا وجدان کاری بالایی دارن و اینکه همین که یک پیامی برای اینا میدم میگم که مثلا من فلان کار دارم، دریغ نمی کنن، سریع به همون کارم همون روز رسیدگی میکنن و مشکل من حل میکنن، خدا رو شکر. و اینکه من خیلی به دفتر اینام نمیام، فقط یک مبلغ سالانه برای اینا تقدیم کردم و با یک پیام یا یک زنگ مشکل من رسیدگی میکنن، حل میکنن. چقدر خوب. خب به نظر شما اگر هیواد یا می دفتر هیواد نمی بود، چند سال دیگه شما با این مشکلات برمی خوردید؟ والا به خدا می رفتم جلو افرا به خاطر همین مشکل اگدنسانس رفتم. اونجا از هموطنا بودن که میگفتن ما 4 سال هنوز اگدنسانس ما نموده، از من 1 سال و 3 ماه شده بود. کلن ناامید کلن ناامید شدم، گفتم خدایا. بعد به سوسیال خواه که میگفتم مثلا همین سوسیال های محلی که داشتم میرفتم به زونا میگفتم، میگفتم لطفا شما یک ایمیلی بدین، چون ایمیل افرارم هر کسی نداشت، میگفتم شما یک ایمیلی بدین، میگفتن که بلگه به من میدادن، میگفتن این شماره تلفنی هم آدرس افرا تو خودتو میتونی زنگ بزنی یا بری اونجا. خب من رفتم ولی اصلا زیاد رسیدگی نمی کردم. اگه نبود که خدایی دیگه معلوم نبود تا چند سال دیگه من پشت در افرا بودم. دقیقا خدا را شکر که مشکل شما حل میشه و حل شده میره. و بازم من خودم از طرف خود تشکری میکنم از مسئول هیواد که واقعا یک ارگان، یک جای، یک محل را ساختن به خاطر اطمینان و خوبی و آرامش هموطنهای نازنین ما. جان سپاس از شما، تشکر. امیدوار هستم وقت شما را نگرفته باشین. خواهش میکنم، کاری نکردم در قبال زحمت های اینام، کاری نکردم. خیلی خوشحال شدم. تشکر از اینکه نظریات بسیار خوبتان برای ما باشین. و اینجا از همه هموطنها، از خواهرها برادرهایی که داخل پاریس زندگی میکنن و این مشکلات دارن، میتونن به دفتر هیوا مراجعه کنن و مشکلات خب بگم برین. و واقعا اینا وجدان کاری بالایی دارن و به کارها اینا رسیدگی میکنن. انشالله که خدا به هیچ کس هیچ مشکلی نده. ولی خب ما اینجا پناهنده ایمون 100%. خب باز میگن هر مشکل یک راهی داره. اینی می راهش هست. بله راهی اینا واقعا. بله. و همینجا تشکری زیاد میکنم از اجی صاحب، از همکاران اینا. واقعا خیلی برام زحمت کشیدن. قربان تو. شما لایق از این هستین که باید براتون زحمت بکشن، چون هموطن ما هستین و نه تنها شما، تمام هموطنای ما که مشکل دارن در یک دفتر مراجعه میکنن. مثل که یک کسی یک جای مشکل می داشته باشه، پناه میبره به یک کسی و او باید برش کمک کنه. و اینجا فعلا همت یک بخش است. بازم جان سپاس، قربان شما. سلامت باشین، خوشحال شدم از دیدن شما. شما لطف دارین، جان سپاس. موفق و معید باشین. قربانتان. هموطنان عزیز، نظریات خانم سروری را شنیدین. میریم به ادامه برنامه ما. سلامونه وروره. و علیکم سلام. هیوار شرکت ته په خیر راغله. خیر وسه. نن څنګه تاسو ایمن شرکت ته راغلی؟ وروره زنګ دی ویلا او دی یما د پامل بارکه کنه. سره ساس نه دی راغلی. نو بس تاسو نه مننه کوم. ویزه ستاسو د فامیل ویزه و کنه ویزه راغله. شپږ نفره وو د ما فامیل. او تقریبا درې میاشتې باقی دي. او تقریبا درې میاشتې کې ټول کار وسره دی وو او ویزه ټولې. و نو سوبورو سیمونګه باندې خاطر تاسو ته راغلم. او تاسو شرکت نو مونږ ډیره مننه کوو. او موږ د شرکت خدماتونه راضي تاسو بالکل سل په سله، ځکه چې درې میاشتو کې ما ټول کار مکمل تاسو وکړ. مننه. سل په سله راضي یو درنه. ښه وروره، تاسو نه ډیره مننه چې د ما د فامیل کار مو وکړ. او دغه ما تاسو ته شیرینی راوړې ټولو ته،
دام شیرینی مننه لطانم مننه بایدولانم مننه او دنم نرازی حاجی سر نم مننه تاسو طولو نم مننه خوشان او سه هر کنه دسته منگر وقتی تاسو خدمت کیون عزیزایی که میخوان پیدا بکنن مولا میتونن از طریق گوگل و همچنان از طریق سوشال میدیا ما را فالو بکنن و ما در نزدیکی گاردلست با متروی 7 و 5 نزدیک هستیم و بسیار خوب آدرس ما که از در ناحیه دوم پاریس در خیابان یا سرک شماره 203 روی فابور سن مارتن یا روی دو فابور سن مارتن 75010 پاریس یا پاریس می باشد بسیار